خیلی میفته میزنه میزنه چه زیبایی میزنه. یو ناک آد میشه. تفکر، تحقیل، سرمایه گذاری در بروکر جهانی آرون گروپس. اومدیم با یه ویدیوی بوم همون... قراره توی این ویدیوی جذاب به محمد علال مطمئن و حمید الهیان از ایران یه فایت خفن ریاکشن بده که بچه‌ها قبلا گفته بودن به محمد علال ریاکشن برو. یکی از جوان‌ترین فایترها توی اس ال اف سی افغانستان و همچنین فایتری که توی کانادا هم فایت کرده تو یک ماه گذشته. یه ماه چیزی رو لازم بگم که دمتون گرم، مرسی از همه انرژیاتون که توی کامنتا میدید. واقعا خیلی فیض می‌بریم کامنتاتون رو می‌خونیم. انرژی خیلی خوبیه. مرسی از تک تکتون. اسپانسر این ویدیو بروکر آرون گروپس که فعال توی بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس که میتونید برید توی آکادمیشون آموزش ببینید، یک کسب درآمد دلاری کنید و سود خوبی کسب کنید. لینکش توی دیسکریپشن حتما یه سری بزنید. بریم سراغ بحث. خب میریم سراغ فایت. دوباره تاجیکستان استاد میخوره حمید لایان هم بغل میکنه، چه بدن بلال هم چه خوشتیپ و جوونه. خب ببینیم داستان چطوریه. بلال مشخص خوشبخت مهربان تر بود یکم. آره مهربان تر. خب استارت میخوره راند اول، سه راند 5 دقیقه ای با هم دیگه رو محک میزنه. محک سوسکی. خب گارد بلال هم بازه. اوه یه زانو که دفعشه، که سریعا طرف رو مهارش کرد. حمید سریع دفعش میکنه ولی ببینیم میخوان چیکار کنن دوباره. الان حمید خیلی قشنگ در رفت، میخواست آره از پشت بگیره تک داونش کنه. آره بگیره تک داونش کنه. چه هیکلی داره خودش محمد بلال. آره باحال. یه دونه آپر اومد بزنه این و خیلی قشنگ. همزمان یه اوورهند زیبا. چقدر یه اوورهند دیگه. چه مشتای ضربات قشنگ میزنه. چرا مشت یه زانو یه زانو دیگه موی تای کار انگار. چه خفن داره فایت میکنه حاجی. ایوه اصلا میبینی که افتاد یفته میزنه میزنه. چه زیبایی میزنه. تموم یو ناک آد میشه. دقت کن اینجا رو ببینی. ببین چی شد که اینجا پاش لیست خورد حاجی. یه دقیقه هم نشد ببین اینجا پاش لیست خورد. ببینی چه زیبا، چه زیبا خوش سر هم تمام. چه واو اصلا یه وضعیتی خیلی زیبا بود. اصلا داستان چرا اینجوری شد؟ یعنی تنها فایده که دیدیم انقدر داستان دار تمام شد فایتی بود که حسین بخش سفری با حریف ایرانی شنی علی یوسفی اگه شما نکنم داشت. اون بیشتر بکنم رو ساب میشن برد ولی این یکی خیلی کمه. یه دقیقه هم نشد. من خیلی مشتاق شدم به مسابقات دیگه از بلال ریاکشن بریم. بلال چیه؟ بلالی اگه یک سریال میخوام جهره بیدم تو هم در لیستی. من خیلی مشتاق شدم که به فایت های بیشتر از محمد بلال ریاکت بریم. دقیقاً خیلی فایتر خوشتحصال جوونی هم هست و مشخصه که بعد از اینکه از افغانستان رفته داره کارش حرفه‌ای پیش میبره. ببینید ادامه داستان چی شد. بله داره چیکار میکنه. ایول جنگولک بازی داره یه حالت اینجوری میکنه. ایوال. چی شد حرکات چیکار داره میکنه. ایول حریفش انگار شاکیه. حریف انگار قبول نداره میگه من این باختو قبول ندارم. ببین داره چی شد. چی شد داره هولش میده میگه برو اون و چرا میخواد بره بغلش کنه نذاره. داستان چی شد؟ برای چی داره اینجوری میکنه حریف ایرانی الان؟ داداش نک آت شدی دیگه. چرا اینجوریه؟ فکر کنم پاش لیس خورده. چرا اینجوری داره میکنه؟ چرا اینجوری داره میکنه؟ داش داستان چیه الان بچا؟ واقعا مسخره شنی داره میکنه یا میخواد بره بغلش کنه؟ نه خب این که صد دست حاجی بعد فایت میرن همدیگه رو بغل میکنن دلجویی میکنن ولی فکر کنم اونجا که خورد زمین فکر کنم پاش لیس خورد. فکر کنم و این وقتی از اون حرکت استفاده کرد و ناک اوتش کرد الان اینجا شاکه. ببین یه بار دیگه وقتی میاد دور سمتش بازم بلال ول نمیکنه. نمیدونم وقتی اون قبول نمیکنه چرا داره میاد. الان داره میخنده تعجب کرد از این داستان. رفی هم میبره عقب. ببینی پهلوان خودش هم اومده. پهلوان اومده وسط رینگ. ببینی داره میاره اینا رو نزدیک از بغل همدیگه رو چیز کنه. اون نمیخواد. داستان خیلی عجیبه علی بازم دمش گرم. فایت خب علی بازم مشخص شد به نفع محمد بلال. هرچند که ما آنچنان مبارزه ای ندیدیم ولی تموم شد داستان. واقعا تو یک دقیقه تموم کرد که کمتر یک دقیقه فایت دقیقا مشخص بود. یعنی اگه بخواد میخواست بیشتر از یک دقیقه تو طول راند دو سم پیش بره اگه طبق این روشی که استفاده کرد محمد بلال پیش میره 100 درصدی اتفاق میافتاد. البته نمیشد چون حریفش هم سری مثلا جا خالی میداد. آره سری جا خالی میداد ولی خوب هیچ پانچ دیدیم نمیزد. پیش میرفت میدیدی. آره ولی خب طبق این چیزی که دیدیم چون فایتو بولد دیگه کلا مسابقات آزاد پیش بینی ناپذیره. آره دیگه فعلا که توی راند اول در ثانیه های اولیه ناک اوت کرد کارو
عجب فایتر خفنی، رفت جز اون فایترها که قراره دوباره بهش ریاکشن بریم. حتما فایتای دیگه شاید من بنویسیم کدوم فایتش اصلا خفن‌تر بوده. خیلی جالب بود، دمتون گرم که این فایت خفن واسه ما ریه دمتون گرم که این فایت خفن پیشنهاد بدین که ما ریاکشن بریم. همچین فایترهای خفن جوونی و این فایترهای آینده دار افغانستان و بقیه فایترها هم برامون تو کامنت بنویسید. توی کامنت بنویسید خیلی از شما ستون رو میایید، حتی توی دایرکت خیلی توی دایرکت انرژی میدید. خیلی خیلی مهربون، مرسی. اگه مثلا میبینید جواب کامنت ها رو نمیدید، یکی از دلایلش اینه که الان اینترنت توی ایران یه جورایی محدوده خیلی و دسترسی بهش مثلا سخته، مثلا برای آپلود، حتی آپلود ویدیو هم ما چند ساعت یه مقدار داستان داریم. آره اذیتی میکنم برای این داستان، ولی بازم انرژی میدید. با انرژیاتون تمام این سختی ها هیچه. در کل توی چنلمون راجع به افغانستان و تاجیکستان ویدیوهای زیادی گذاشتیم، تشریف بیارید ببینید و تا ویدیوی بعدی بدرود.